قرار است رهبران اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه برای نهایی کردن توافق با ترکیه بر سر مهاجران به اروپا گرد هم آیند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید این توافق تخطی کامل از قوانین بین و ارزش است که اتحادیه اروپا بر آن بنا شده است. اگر شما فرصت گفتگو با رهبران اروپا را در این دو روز پیدا کنید به آنها چه خواهید گفت؟ It's a very good Uh, this, uh, ما از جزئیات این توافق اطلاع نداریم ما در مورد اینکه تقاضای پناهندگی تک تک مهاجران بررسی نمی شود اظهار نگرانی کرده ایم گفته ایم با هر گونه اقدام در بازگرداندن جمعی مهاجران و پس زدن آنها در دریا که در همان چهارچوب قرار می گیرد مخالفیم می خواهیم اصول کنوانسیون آوارگان در مورد موقعیت مهاجران در ترکیه اعمال شود امیدواریم اینها هم The apply to all those who merit a refugee status in Turkey, and and so this is something.

با قوانین حقوق بشر تطبیق کند احتمالا در دو روز پس از کنفرانس و اوایل هفته آینده بهتر خواهیم توانست در مورد جزئیات آن قضاوت کنیم آیا ترکیه کشوری امن است؟ اگر به مقررات و قوانین اتحادیه اروپا نگاه کنید می بینید که کنوانسیون پناهجویی باید شامل تمام متقاضیان پناهجویی شود. ترکیه پروتکل سال 1967 که این مقررات را شامل کشورهای غیر اروپایی می کند را امضا نکرده است و این نکته است که باید به با آن توجه کنیم. شما سال گذشته در این سمت قرار گرفته اید آیا در آن هنگام تصور می کردید روزی به بروکسل بیایید تا تعهدات بین در مورد پناهجویان را به رهبران اروپایی آداوری کنید؟ Well, uh, almost, uh, من هر هفته در مورد این تحول و آن واقع شگفت زده می شوم. اگر اعضای اتحادیه اروپا خود تعهداتشان را در مورد حقوق بشر نادیده بگیرند، چطور خواهند توانست علیه دیگران از جمله افرادگرایان وارد عمل شوند جایی که خودشان همانگونه عمل کردند؟ when you uh, yourself are, uh, could be uh, accused of doing the same things. zaid Rahad al-hussein, un high commissioner for human rights. thank you very much. thank you. thank you.